الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع درباره کسی که به نام الله چیزی بپرسد به او بدهد اقسامی از الله پرسیدن یکم به الله پرسیدن به صیغه مانند گفتن تو را به الله میپرسم دوم به شریعت الله پرسیدن یعنی سؤال میکند که شریعت آن را روا میداند مانند پرسیدن فقیر از صدقه سوال میدهند که آیا برای انسان به الله پرسیدن جایز است یا نه پرسیدن از جهتی که حرام یا مکروه است مگر به خاطر حاجت یا ضرورت و برای این پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحابش بیعت کردند که از مردم چیزی نپرسند و اما اجازت پرسیدن برای حال پرسنده خالی نیست از این که می پرسد سؤال خالی یعنی مثل که گوید ای فلانی به من عطا کن پس اگر چیزی باشد که شریعت اون رو روا داند به او بدهد به الله پرسد یعنی این رو اجابت میکند و هرچی مستحق نباشد زیرا او به چیزی بزرگ پرسید پس اجابت او تعظیم این بزرگ است لیکن هرگاه گناهی رو پرسد یا اجابت او بر پرسیده شده ضرر آورد پس اجابت کرده نمیشود دلیل دیگر از ابن عمر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس به خاطر الله پناهگاه خواست پس او را پناه دهید هر کس به خاطر الله چیزی خواست به او بدهید هر کس شما را دعوت کرد بپذیرید هر کس به شما نیکی کرد جواب نیکیش را به مانند نیکیش بدهید پس اگر نیافتید آنچه که مکافاتش دهید پس برایش دعا کنید تا گمان کنید که حق او را به جا آوردهید حدیث با روایت ابو داود و نسائی با سند صحیح روایت کردن فرمودند که پس او را پناه دهید یعنی مگر که از امری که بر او واجب است پناه طلبد یا برای کار گناه و دشمنی یاری طلب کند و آیا اجابت دعوت حق الله است یا حق آدمی حق آدمی است و برای این از دعوتچی درخواست کرد که تو را آزاد کند پس قبول کرد بر او گناهی نیست لیکن آن به غیر الله واجب است ولیکن تو را از روی حیا و خجالت از تو و به قناعت کردن آزاد کند پس در این حال شایسته نیست که اجابت را ترک کنی فرمودند که پس او را اجابت کنید مراد و دعوت دعوت است که برای اکرام باشد نه صدا کردن و جمهور علمان بر این رأیند که اجابت دعوت مستحب می باشد مگر دعوت توی پس آن به شش شرط واجب می باشد یکم دعوتچی از کسانی نباشد که ترک او واجب یا سنت باشد دوم در مکان دعوت منکر نباشد اگر در آنها منکر باشد پس امکان آن را دور کردن را داشته باشد و بر حاضر شدن واجب است از روی اجابت دعوت و تغییر دادن منکر سوم دعوتگر مسلمان باشد وگرنه اجابت واجب نمی شود چهارم کسب آن حرام نباشد پنجم اجابت ساقط کردن واجب را در بر نگیرد یا چیزی را که از آن واجب تر باشد ششم در اجابت کننده ضرر نداشته باشد مانند سفر یا جدا شدن از خانواده اش که با او احتیاج دارند سوال می دهند که آیا کارت‌های دعوت که تقسیم می شود مثل به دهان دعوت کردن است در جواب گفته می شود که هر بار دانسته شد یا بر گمان غالب آید که کسی که به سوی وی فرستاده شده است خود آن قصد کرده شده است پس برای آن حکم دعوت دهانه را دارد پس مکافاتش دهید یعنی مکافات دو فریضه دارد یکم صاحب خیر را برای کار خیر هوسمند کردن دوم انسان خیره را که به نیکی کردن به وی حاصل شده بود می شکند مسئله های این موضوع یکم پناه دادن به کسی که به نام الله پناه می خواهد
یعنی کسی به نام الله پناه برد پناه دادن وی واجب می شود، مگر از چیزی که از روی کردن یا نکردن واجب باشد پناه طلبد پناه داده نمی شود. دوم، کسی به نام الله چیزی بخواهد به او عطا کردن. سوم، دعوت را اجابت کردن. چهارم، در جواب نیکی پاداش دادن، یعنی به کسی که به او نیکی کرده است. پنجم، دعا چیزی نوعی پاداش است برای کسی که چیزی دیگر در مثال ندارد، زیرا دعا در این پاداش است و در آن چیزی که عادتا صانع را مثل آن پاداش داده نمی شود. ششم، دعا به قدری باشد که دعا کننده به این نتیجه برسد که پاداش آن شخص را داده است، یعنی در دعا کوتاهی نمی کند بلکه دعا می کند تا داند یا بر گمانش غالب آید که جزای او را داده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.